بله، در ماه اکتبر 2024 شاهد گسترش اعتراضات اقشار مختلف جامعه ایران از کارگر و بازنشستگان تا پرستاران و دانشجویان بودیم. اعتراضاتی که ناشی از مشکلات معیشتی و نابرابری های اجتماعی هستش، چنانکه این روزها شاهد گسترش اونها هستیم. چرا در چنین وضعیتی پزشکیان تمرکزش بر بودجه نظامی هستش؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای حسن ظریف. با سلام به شما و ممنون از حضورتون در این برنامه. من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه ایران آزادی. بله آقای ظریف، در ابتدا میخواستم اگر که شما در رابطه با کم و کیف اعتراضات اقشار مختلف در ماه اکتبر 2024، اینکه چگونه بود، اگر توضیحاتی دارید برای بینندگان ما بدید و برمیگردیم سوالات رو با شما مطرح خواهیم کرد. ماه میلادی گذشته که از دهم مهر تا دهم آبان میشه، حدود 340 تا حرکت اعتراضی صورت گرفته. این اعتراضات در بخش‌های مختلف کشور بودند که اساساً بازتاب نارضایتی مردم از شرایط معیشتی و مشکلات اجتماعی. اگه بخوام کمی فنی‌تر و دقیق‌تر به این حجم اعتراضات نگاه کنیم، دست کم 128 تا حرکت اعتراضی مربوط به کارگران بوده، کارگرانی که نسبت به اخراج از کار یا حقوق معوقه یا عدم همسانسازی حقوقشون اعتراض داشتند. بخش دیگری از خواستهای کارگران معترض مربوط به عدم دریافت مزایای کارگری یا سطح پایین حقوقشون بوده. به عنوان مثال کارگران صنعت نفت اعتصابی رو شروع کردن که هفته یک روز انجام میشه و همچنان هم ادامه داره. اعتراض این کارگران حول عدم اجرای توافقاتی که با کارفرماها داشتن و اجرا نشده، مثل توافق سر میزان مرخصی‌ها، طرح طبقه‌بندی مشاغل و اجرای بدون تبعیض طرح 14 روز کار و 14 روز استراحت. این اعتراضات عمدتاً در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معدن و حتی بخش خدمات شهری مثل شهرداری‌ها به وقوع پیوسته و جریان داشته. در ضمن توی ماه همچنین 122 تا حرکت اعتراضی هم از طرف بازنشستگان داشتیم که در اعتراض به عدم دریافت مزایا و عدم همسانسازی حقوق و پایین بودن حقوقشون بوده که مشکلات اقتصادی زیادی رو برای اونا ایجاد کرده. بخش دیگری از اعتراضات ماه گذشته 15 حرکت اعتراضی از طرف دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف بود. حرکت‌های اعتراضی دانشجویان به دلیل افزایش شهریه‌ها و مشکلات صنفی و شرایط سخت آموزشی که برای اونها ایجاد کرده بودند. حرکت اعتراضی که کادر درمان و پرستاران داشتن بخش دیگه از اینا بود. حرکت‌های اعتراضی ماه گذشته بود که به دلایل مختلفی از جمله عدم پرداخت کارانه، اضافه کاری ها تجمع داشتن. اضافه بر همه حرکت اعتراضی که به اونها اشاره کردم، 15 حرکت اعتراضی دیگه هم از طرف سایر اقشار داشتیم، مثل معلمان، نانوایان، تاکسیداران و گروه‌هایی از معلولان و زنان بلوچ که هر کدوم اونها هم نسبت به مسائل خاص خودشون اعتراض کرد. این میزان حرکت اعتراضی در یک ماه، اونم از جانب اقشار و گروه‌های مختلف، نشون دهنده نارضایتی شدید مردم در حوزه‌های بله. مختلف اقتصادی، اجتماعی و معیشتی. بله. اما آقای ظریف، اگه همونطور که می‌دونید تا روزهای گذشته مجدداً شاهد تجمع اعتراضی پرستاران بودیم که بله. خب به اون هم اشاره کردید. اما سوالی که می‌خواستم بپرسم اینه که علت توقف اعتراض پرستاران چی بوده و چی شد که مجدداً اعتراضات رو شروع کردن؟ پرستار ایرانی سال هاست که با وجود تمام سختی های شغلیشون مجبور شدن به شرایط سخت و استثمار دولتی تن بدن. اولا بزرگترین سرمایه اونا که زمان و عمر اونا محسوب میشه رو برای تحصیل آموزش جهت کارشون صرف کردن. ثانیا برای تأمین مایحتاج زندگیشون به دستمزد این کار نیاز دارن، اما دیدیم که سرانجام صبرشون لبریز شد و
دست به اعتراض و اعتصاب تو سراسر کشور زدن. حرکت اعتراضی پرستاران از شهریور ماه امسال شروع شد که خیلی سریع در سطح کشور هم گسترده شد و به بسیاری از استانها هم گسترش پیدا کرد. این حرکت اعتراضی از پرستاران به کات درمان و دیگر پرستاران بخش درمانی داشت گسترش پیدا میکرد که دولت وارد عمل شد. دولت پزشکیان هم جلساتی برای چاره‌جویی و جلوگیری از گسترش اعتراض پرستاران گذاشت و تصمیمات اولیه هم گرفتن. پرستاران مدتی آروم شدن تا نتیجه تصمیمات پزشکیان رو در عمل ببینن، اما خیلی زود فهمیدن که وعده های پزشکیان تو خالیه. دوباره سعی کردن با صدای بلندتری مطالبات و خواستهای خودشون رو به گوش مسئولان برسونن. نکته خیلی مهم اینه که رشته شریف پرستاری یکی از اصلی ترین ستون سلامت کشور هستش که هر دولتی باید دهای لازمه رو برای حل مشکلات معیشتی و امکانات کاریشون قائل بشه، از اونا حمایت کافی کنه، چه در زمین حقوق و مزایاشون یا در مورد امکانات و مدت زمان کار اونها. اما متاسفانه این قشر هم مثل قشر معلمی تحت فشار و استثمار مضاعف هست. در دور جدید حرکت اعتراضی پرستاران دیدیم که پرستاران در شهرهای یزد، فسا تجمعات اعتراضی داشتن و پرستاران چندین بیمارستان در یزد متحدانه جمع شدن و شعار میدادن، میگفتن فکر نکنید امروزه، وعده ما هر روزه، تورم دلاری، حقوق ما ریالی، وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. همچنین پزشکان گناباد هم در اعتراض به ناکارآمدی مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مقابل این دانشگاه تجمع کردن. ضمناً پرسنل اورژانس 115 مشهد هم در ساختمان قریشی که مربوط به دانشگاه علوم پزشکیه با سفره‌های خالی به عدم اجرای درخواست‌های به حقشون اعتراض کردند. اونا هم شعار می‌دادن که پرستار فوریت، اتحاد، اتحاد. بله، اما به رغم اینکه روزانه شاهد اعتراض اقشار مختلف به دلیل عدم پرداخت حقوقشون هستیم، ولی خب حتما شما هم دیدید، همه دیدیم که پزشکیان 200% به بودجه نظامی اضافه کرده. می‌خواستم بپرسم که ارزیابی شما چی هستش؟ البته که چنین تصمیمات ضد ملی رو فقط در حکومت‌های دیکتاتوری و ضد مردمی میشه دید که رژیم آخوندی هم سرآمد همه اوناست. دولت پزشکیان در حال بودجه نظامی رو 200% افزایش داده که حقوق کارگران و کارکنان دولت با این میزان رشد تورم فقط 20% افزایش داشته. خب چنین بودجه نویسی و تصمیمات ناعادلانه‌ای نشونه اینه که این دولت تنها اولویتش تقویت نیروهای امنیتی و نظامیه و اساساً هم کاری به بهبود معیشت مردم و مقابله با گرانی ها و مشکلات مسکن اونا نداره. به همین دلیلی که عمده منابع مالی کشور رو به بودجه نظامی اختصاص دادن. از جمله کارهای عجیب و ضد ملی دیگه این حکومت تحویل دهی نفت خام به نیروهای مسلحه که در این زمینه هم میزان تحویل دهی نفت رو 3 برابر کردن، یعنی خیانت روی خیانت. این تلاش‌های مختلف در بالا بردن بودجه نظامی نشون دهنده شرایط بسیار شکننده این رژیمه که همه امکانات مملکتی رو در راستای حفظ قدرت و کنترل جامعه به کار گرفته. به همین دلیلی که فردی مثل تاجگردون، یعنی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، دادش در اومد و انتقاد میکنه که میگه چرا با نیروهای مسلح این گونه رفتار میکنیم که مسئول فروش بنزین و نفت بشن. خب این افزایش بودجه نظامی و تحویل نفت خام به نیروهای مسلح به پاسداران مزدور امکان میده که به منابع مالی مستقل و غیر قابل دسترسی به حساب ردیابی دسترسی داشته باشن، چون این پولها رو برای نیروهای نیابتیشون و عملیات تروریستیشون مصرف کنن. در یک کلام
اینطور بودجه نویسی و اختصاص عمده منابع مالی کشور به نیروهای نظامی از یک طرف نشونه نیاز رژیم به نیروهای سرکوبگرش برای مقابله با نارضایتی های مردمیه و از طرف دیگه نشونه فساد حداکثری و دزدی های نجومیه. بله که تو این دستگاه بله. برای حکومت امر عالیه. بله. بله. به عنوان سال آخر با توجه به گسترش اعتراضات و عدم پاسخگویی دولت پزشکیان، سمت و سوی اعتراضات رو چگونه میبینید شما؟ خب فکر میکنم که ما باید ابتدا یه نگاه بالاتری نسبت به این حکومت داشته باشیم. در همین راستاست که میشه به جایگاه واقعی حرکت‌های مردمی و این گونه اعتراضات پی برد. واقعیت اینه که جامعه ایران در یک موقعیت اطلاع انقلابی قرار داره و حکومت هم خوب اینو میدونه. در واقع خامنه‌ای در همان قیام بنزین سال 98 پیام انقلاب رو از مردم گرفت و هموارم سعی کرده که چتر سرکوبش رو در جامعه گسترده و گسترده تر کنه. خب اما قانونمندی های جامعه انسانی و تکامل اجتماعی هم راه خودش رو میده و دیدیم که بعد از دوره دو ساله کرونا در شهریور 401 دوباره قیام سرباز کرد و به همه استانهای کشور هم گسترش پیدا کردن. اگرچه که رژیم سعی کرد با توطئه و کمک های استعماری از جمله آلترناتیو های استعماری که درست کرده بودن قیام رو منحرف کنن، اما این تلاش مذبوحانه هم خیلی زود رسوا شد و مردم دوباره در مسیر درست حرکت های اعتراضی خودشون قرار گرفتن. تو وضعیت کنونی خامنه ی کلیت رژیم آخوندی با دو بحران بزرگ روبرو هستن. یکی بحران اصلیشون که عدم مشروعیت داخلیه و خیزش های مردمی، یکی هم بحران ساختگیشون توی منطقه که پرده های تزویر بین المللی رو کنار زده و همه دنیا هم فهمیدن که سر مار در تهرانه. پزشکیان هم خیلی زود نشون داد که جز یک مهره بی مقدار در دست خامنه ای چیز دیگه ای نیستش. پس گرونی ها و تورم افزایش یابنده و این اعتراضات هم در آینده گسترش یابنده و خیلی هم شدیدتر خواهند شد. تو همین نقطه است که باید ما به نقش کانون های شورشی توجه ویژه بکنیم که کانون های شورشی با حرکت ها و عملیات های اختناق شکنشون هر شب و روز بر دیوار اختناق میکوبن و راه درست رو به مردم نشون میدن، چون این رژیم بارها و بارها نشون داده که به زبان خوش و با اعتراضات مدنی اصلا توجه به خواستای مردم نمیکنه و تنها یک راه باقی میمونه و اونه قیامی آتشین برای سرنگونی تام و تمام این رژیمه. بله، بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز با ما همراه بودید. خیلی ممنون. منم تشکر کنم از شما و این فرصتی که داده شد. ممنونم. خواهش میکنم.